Τώρα Σίβαλα, όνομος είμαι ο Ραζάκ Γελάντ Ιακώβ. Μπαρούχα Σέμ. Μπερεσίτ ρο μπαχάμ δικέ. Μοτζαντατάν αγάζ μου κάνει. Μαξουσάν. Πασούκε. Λεχουβδά ουλ Σομρά. Βαζαίφη και Χουδαβάν παράει ο Αδαμαρισσόν δάρ Γκαν Έδεν γαραρδότ. Μάει και φέκ μου κάνει Γκαν Έδεν. پری های هوری، هوری های پری، آبشار، راحتی، ایشونوش، کیف و لذته، اتفاقا خداوند به آدم هاریشان اصل کارش رو در گن ایدن داد لعودا اول شمرا و بارخشتیم تو این چندین جلسه که رو همین پاسخ داشتیم، رو همین کانسپت داشتیم، از دیدگاه ها و زاویه های مختلف این موضوع رو بررسی کردیم، از مفارشین و دیگر مفسرین نقل قول کردیم و این یک دیدگاه جدیدی برای ما پیش میاره که راستش بخواید این دنیا هم خاصیت و قابلیت ظرفیت گن ایدن رو داره. چرا وایسم بعد از فوت تازه اگر لایق باشم تو صف وایسم تا برسم به گن ایدن، تو همین دنیا هم تا زنده هم بذار مزه گن ایدن رو برای خودم تهیه کنم و بچشم. و این اصلیه که داره خداوند به آدم هاریشان و من و شما بعد از 5784 سال یاد میده و اونونه که تا مادامی که اهل لعودا کار و زحمت و الشمرا پرهیزکاری و مواظبت هستی، گن ایدنت تضمینه. از همین الان تو گن ایدن هستی. کسی که مواظب رفتارش، کردارش، گفتارش، کسی که تا این حد از تنبلی به دوره، اهل زحمت و سعی و تلاشه، مطمئن باش گن ایدنت مهیا آماده از همین الان شروع شده. بعزت هشم بتونیم کمال استفاده رو از وقتمون، از فرصتها و امکاناتی که خداوند برای ما پیش میاره، حتی از پشت زوم، حتی از تکنولوژی استفاده بکنیم برای ارتباطمون با خداوند و ارتباطمون با خودمون، که از تمام این قدرت ها و امکانات و پتانسیل و ظرفیتی که خداوند در ما قرار داده کمال استفاده رو بکنیم. www.torahelp.com به زخوت تورا بتونیم این درجه رو، وظیفه رو در زندگیمون کسب بکنیم و به درستی انجام بدیم. برای حمایت و سپورت از کلاس‌های تلفنی، تلویزیونی و رادیویی که داریم، برای پخش تورا در کل دنیا، اونهایی که مایلن با ما باشن از این زخوت جهانی بهره ببرن، میتونن به لینک torahelp.com برن و مطمئنن از این امکان سپورت و حمایت تورا بی بهره نخواهم بود، که خداوند نیز از اونها سپورت و حمایت خواهد کرد و به زخوت تورا چه بسا گزروت رو بتونیم از خودمون دور بکنیم و به سرود تووت خبرهای خوب رو بتونیم به خودمون جمع بکنیم. به برطورای امروز رو وقت میکنم لولو نشمت مردخای بن یهوشوع زخوان رو برخواب آقای شریفیان، که اتفاقا ایشون نیز پیشا پیش با لعودا الشمرا با سعی تلاششون و با شمیرا و مواظبتشون گن ایدن خودشون رو پیشا پیش در این دنیا مهیا کردن که روحشون در جای بزرگان باشه. تیه نشمت و سرورا بسورا حیم و بتونیم همیشه خودمون، خانواده، جامعه به خوبی ازشون یاد بکنیم. بله، لعودا الشمرا. ببینیم هراب ارحیم اکادوش
چه سری و حکمتی رو از پاسخ لعودا و شمرا، از همین دو کلمه، از همین دو تا وظیفه برای آدم آرشان در گن عدن برای ما فاش میکنه که تا چه حد انسان خودش به طور اتوماتیکوار میتونه بلیت گن عدن خودش رو تهیه بکنه. خدا آقا میگه تو بلیتو بخر، ویزاش با من. ببینیم چه ویزایی، چه بلیتی، تیکتی آدم میتونه از این موقعیت استفاده بکنه که جاش رزرو قشنگ توی گن عدن بدون هیچ نگرانی آماده و به خوبی بتونه استفاده بکنه. پس یعنی در واقع هر راحتی میوه زحمته. خواستی زحمت بکشی، راحتی رو نصیب میشه. اما هر زحمتی میوه راحتیه. هر چقدر هی بخوای راحت‌تر همه چی به دست بیاد، هلو هلو به پرت گلو، با تنبلی، با کمکاری، همین متاسفانه زحمت بیشتر رو برات پدید میاره. پس گن عدنی که انگار ما فکر میکردیم جای راحتی و عیش و نوش و لذته، انگار بدون زحمت پدید نمیاد. در واقع اون زحمته که راحتی رو برای ما مهیا میکنه. اما انسان چویس داره که تو این دنیا زحمت چیو بکشه؟ زحمت گوشت و پوستشو یا زحمت روح و روانشو؟ کسی که بتونه به این بینش، به این دیدگاه پی ببره که اصل زحمت برای روح و روانم باشه، که اون پاکی و طهارتشو حفظ بکنه، اون آلوده نشه، نه فقط گوشت و پوستم، خطر رو فقط برای جونش در نظر نگیره، همینطورم برای روح و روانش در نظر بگیره، برای نشماش، اون موقع است که داره از این نردبان گن عدن به درستی استفاده میکنه. هراب اورحای مکادوش میفرمان که ما میدونیم هر مسوایی در واقع یک بذریه. موقعی که ما میریم بذر دونه گندم بخریم برای کاشتن، گونی گونی میخریم، مشت مشت پخش میکنیم. اما موقعی که سبز میشن، هر کدوم از اینها برای خودش جدا تشکیل یک خوشه گندمی رو میدن. میگه همینطورم میسوت، میسوت رو ما میکاریم. این همه میسوا گونی گونی در اختیار ما قرار داده میشه، روز و شب مشت مشت میسوا میکنیم. اما هر کدوم از این میسواها برای خودش ثمرات والایی رو به جا میارن، سبز میکنن. چیزی که در دواره میگه یعرف کمتر لکخی تیزل کتل امراتی. خداوند میگه ببین، بذر از تو، آبیاری از من، و اون کلام من امراتی مانند شبنم میاد بر تمام این کشت و زری که تو کردی قرار میگیره، تمام این میسواهایی که تو انجام دادی قرار میگیره. یعرف کمتار لکخی، مانند باران لکخی، باز یعنی نصیحت من، هدیه من برای شما قرار میگیره. این که تو بکار، خداوند میگه
تو میسواره انجام بده، من اون رو آبیاری میکنم. پس موقعی که ما میکاریم همون الان وایسیم ببینیم چی سبب شد، اجازه بده خدا آبیاریش بکنه. تو میسواره انجام دادی، بذار خداوند اون رو آبیاری بکنه. اون موقع که رشد کرد میبینی چه ثمره به ما عاملت میشه. و هزرائیم هم میسوات اسه، میگه با هر میسوای اسه امر که ما داریم انجام میدیم، بذریه که ما داریم پدید میاریم. اشر یعسه اتم ها آدم، همونطوری که در دیوره ناوی هوشع این چنین میگه، زیر اولخم که بکارید برای خودتون، یک سرمایه گذاری بکنید میسوتتون رو تا اونجایی که میتونید در زیر خاک پنهان بکنید، به یاد فراموشی بدید، انجام بده و برو، بکار و برو جلو، کاری به عقب نداشته باش، منتظر نشو، برو سر دونه بعدی، برو سر میسوای بعدی. و هگم شلون نزگر به دیوره هنوی اله هست صداکا. درسته که تو ناوی کل پاسوق منظور اشاره میکنه، مثال میاره میسوای صداقا رو که مانند بزرفشانیه که هرچی به کاری چندین برابر میتونی درو بکنی، اما هنوز لو الپرات هستکال بد هو امر اله الکل پیرته هستداکت هو امر، رو تمام جزئیات صدیق بودن داره صحبت میکنه که اون میسواست که شخص با میسوا کردن به درجه صدیق میرسه. و خن هوا به دیبرهیم در میدراش دهلیم شکل میسوات شیعسه ها آدم ها قدشبار و خود زرعا، حتی بعضی موقع کار انقدر راحت تر میشه که خداوند منتظر وایساده میسواه انجام بشه که خودشون میسوا رو بکاره برای ما. یعنی تا این حد خداوند دوشا دوش ما ایستاده که مبادا این میسوای گم بشه، مبادا این میسوای هدر بره، تا این میسوای انجام بدیم بیا بکاریمش. و وداهی هیت اسکوت گدور و هیست تکلوت نیمراس و تورا. همین دلیل میگه خود ما هم، من و شما هم میتونیم در این آبیاری میسوت با خداوند شریک باشیم. همونطور که خداوند در کاشتن این میسوا با ما شریکه، همینطور هم ما میتونیم در آبیاری این میسوا، این بذر با خداوند شریک باشیم. چطور؟ با لیموت تورا، یادگیری تورا. پس اینکه خداوند گفت یعرف کماتر لکخی، که چون باران کلام من میتونه برای شما بباره، لکخی منظور توراست، من با تورایی که به شما دادم میسوت شما رو آبیاری میکنم. پس میسواهایی که با لیموت تورا، با یادگیری تورا همراه باشه، اون میسوا درجهش خیلی بالاتره. تزل کتر امراتی، که مانند شبنم کلام من مورد بارش قرار میگیره و باعث رشد میسوت و زراعت شما میشه، منظور توراست. و حخامین توضیح میدن، اجازه بده فرق بین مطر باران با شبنم چیه؟ آقای سعیدی فرق باران با شبنم چیه؟ باران شدیدتره، شبنم خیلی آهسته و بارانی. درسته، باران اتفاقا خانمتون هم اینجا همین حرف زدن،
باران شدیدتره اما شبنم آرومتره. همینطور هم اخامه میگن گفتار خداوند بعض موقع ها بله خیلی جدیتره، مانند باران. بعضی از حلاخه ها هست که برای ما مثل بارون میمونه، یه ذره میاد استانداردهای ما رو به هم میزنه، باید یه تغییری انجام بدیم، باید یه زحمتی بکشیم، چون این انگار این حلاخا این میسوا یه ذره مانند بارون میمونه که باید هماهنگ باشن، باید چتری بالا سرم باشه و الی آخر. اما بعضی از گفتار خداوند هم هست مانند شبنم، آرام با لطافت قشنگ تو همون موقعیتی که من هستم این نسوا میاد قابل انجام و کمک برام میشه، لازم نیست من تغییری انجام بدم. اما حخامیم یک تفسیر دیگه هم میکنن، یک فرق دیگه بین باران و شبنم چیه؟ باران دیده میشه در هنگام بارش، اما شبنم دیده نمیشه. صبح بلند میشیم میبینیم یه رطوبت، یه نمناکی روی سقف خونه، روی ماشین، روی چمنا هست. میگه همینطورم خداوند تورا رو پای کوه سینای، تورا شبیختاب، تورای کتبی که دیده میشه رو بمون داد، اما تورای شفاهی، تورا شبلپه رو مانند شبنم که دیده نمیشه در اختیار ما قرار داد. به همین دلیل اصل ایمان ما به هر دو، تورای بختاب، تورای بلپه، تورای کتبی و تورای شفاهی، هر دو یکی هستن. میشنا، گمارا، میدراش، هلاخوت، اینها با تورای کتبی، سفر تورایی که ما میبوسیم و بغل میکنیم فرقی ندارن. و چه بسا در تورا فقط تیتر مطالب رو گفته اما توضیحاتش در تورای شفاهیه. این که گفته تفیلین ببند، از کجا ما میدونیم مثلا اسمش تفیلینه؟ توی تورا نمیگه. از کجا میدونیم کدوم قسمت دست؟ گفته روی دستت. آیا میتونه رو مچ دستم باشه؟ روی آرنج دستم باشه؟ کف دستم باشه؟ کجا باشه این تفیلین؟ رنگش چی باشه؟ از چی باشه؟ چی توش نوشته باشه؟ اصلا باید چی توش نوشته باشه؟ یا مثل سیسید میتونی تیکه پارچه باشه دور دستم بپیچم به عنوان تفیلین؟ همه این توضیحات رو توی تورای بلپه، تورای شفاهی میده. توی اون قسمت شبنم که دیده نمیشه، شفاهیه. در نتیجه هاراب توضیح میده، میگه کسی که با این بارش و شبنم که تورا باشه، تورا شبیختاب و تورا شبلپه مشغول میشه، داره چیکار میکنه؟ داره تمام این مسواهایی که انجام داده رو آبیاره میکنه. به حدی که حخامیم در پرکی آبود میفرمان این بور اماره، این بور یرشه شخص بی سواد نمیتونه خدا ترس باشه، نمیتونه فرق گناه و مسوات رو بدونه، چون دانشش نمیرسه. کسی که قوانین رانندگی رو بلد نیست، نمیدونه کجا ورود ممنوعه و کجا سرعت نمیتونه بره، چون قوانین رو بلد نیست. و همین دلیل موقعی به شخصی اجازه، گواهینامه، لایسنس رانندگی میدن که قوانین رو بلد باشه. و تازه اول میگن برو پرمیت بگیر، اول کتبی رو قبول شو، بعد بیا برو پشت رول بشین ببینم رانندگی اصلا بلدی، ترمز و فرق ترمز و گاز و بلدی. این بور یرخه
بدون تورا میسوتی که آدم انجام میده یا ناقصه یا معیوبه، اصلا قابل قبول نیست. چرا؟ چون نمیدونه بعد چجوری. چقدر از بچه ها یک باره عشق آشپزیشون میگیره که من میخوام آشپزی بکنم. خب بیا این مواد و اینم گاز بلدی؟ یک چیزی در هم بر هم قاطی میکنم به عنوان غذا و خوراک، نمکش زیاد، شکرش زیاد، تهش بومیده سوخته و الی آخر دلشون خودشی که غذا پختن نمیدونن که همه رو حیف و میل کردن، اصلا قابل خوردن نیست این غذا. همینطور هم میسوت، میسوت بدون تورا ناقص معیوبه. اینکه فقط بخوایم پسخ نگردنیم، فقط بخوایم کیپور تعنیت بگیریم، اینکه میخوایم میسوت خدا را انجام بدیم، قوانینش چی؟ میدونی چجوری؟ لیموت تورا اونه که میاد میسوت رو برای ما ارجمند و کوالیفای میکنه، چون قوانین رو به ما یاد میده که طریقه انجام میسوت چیه که وقتمون عمرمون رو هدر ندیم و واقعا کمال استفاده رو از میسوت بکنیم. دلمون همینجوری خوش نباشه که من خدا رو شکر 40 شب سلیخوت رو یه دونشم خونه نبودم، همش بودم. خب آره، ولی میسوت رو بر طبق هلاخا انجام دادیم یا رفتیم اونجا یه لاشونهارا گفتیم و یه لاشونهارا شنیدیم و اومدیم خونه. آیا میسوت با هلاخا انجام شد یا با فقط علاقه خودمون، عشق به میسوت؟ ولی چجوری نمیدونم دیگه. رفتم کلیسا، به همین دلیل در گفتار حامیم در پرکابوت میگه این بور یه رحید به این امارس حسید، شخصی که امارس سواد تورا نداره نمیتونه میسوت رو به درستی انجام بده. فقط برای اینکه به کسی بر نخوره، چون همه الان پشتشون به منه، یارم جان رو تو اون برگاه، برای اینکه به کسی بر نخوره ما میایم صبحا تو کنیسا تفیلین ببندیم، اما یه بار تفیلینه به جای اینکه روی سرش باشه روی پیشونیه، میسوا انجام نشد. این که شخص با هلاخا بدونه چطور میسوا انجام بده، اون میسوایه رو به درستی انجام بده، اما همینجوری فقط بخواد یه تفیلین ببنده بدون هلاخا، بدون طریقه اندازه‌گیری صحیح، متاسفانه. و این چیزیه که در باز گمارا میگه میسوا حبا الیادخا التحمیسنا، موقع که یه میسوای میاد دستت نذار خامس بشه، نذار گندیده بشه. زمان انجام میسوا خیلی مهمه، طریقه انجام میسوا خیلی مهمه. اگر به درستی ازش استفاده نکنی مثل یه خمیریه که به جایی که مسا بشه و باش میسوا بکنی خامس میشه و باش گناه میکنی. فرقش امکان داره که چند ثانیه بیشتر نباشه، 18 دقیقه بیشتر نمیتونه این خمیر اینجوری باشه، اگه نه ور میاد تو میکنیش 19 دقیقه. همین شد که این خمیر دیگه خامسه، دیگه نمیتونی باش مساوی پزی. شب موعد داری با دست خودت خامس به خورد خودت و خانوادت میدی. چرا؟ یک دقیقه اینجا دیلی، تأخیر بود، میسوارا به درستی انجام ندادم. سفر تورا و این سفر تورایی یک لغتش، یک حرفش، یک اوتش بخواد یک ذره به هم چسبیده باشه یا بالا پایین چپ راست یا حتی ریخته باشه، تمام سفر تورا پاسوله، اصلا نمیشه روش برخا گفت. یه حرف، بله، اینکه میسوت جزئیات دارن، they have so many details. البته اون جوکم که شنیدید که
یه کمدین میگه اگر قرار بود که ما اسرائیل هم مثل مسیحا درخت خوب بود برای هالیدی، برای موعدمون یه درخت می آوردیم میذاشتیم، اون موقع بود که هزار تا هلاخای دیگه در مورد این درخت می اومد که از کجا کندی، از کجا آوردی، برگش چقدر باشه، تا چقدر باید تو خونه باشه، پشت پنجره باشه یا پشت در باشه، بعدش بعد چه جوری بندازیش دور از پنجره یا از، میگفت اگر قرار بود ما هم موعد اونا رو داشتیم، عید اونا رو داشتیم، چقدر بازم در مورد جزئیات و هلاخا داشتیم. اینو جوک گفت، ولی حقیقتیه. کتشلواری که یک شاهزاده میپوشه با کتشلواری که یک دربون مدرسه میپوشه خیلی فرق داره. دربون مدرسه کتشلوارش دو تا درز و دوختن و یه دو تا جیب و یه دو تا دکمه، این شد یونیفرم دربون مدرسه. اما کتشلواری که پسر پادشاه شاهزاده میپوشه چقدر جزئیات، دیتیل، رنگ، دکمه، پارچه، نوع پارچه، بافت پارچه، اون فیتی که قشنگ اندازش باشه، بغلش، سراسینش و الاخر آستریش، این همه جزئیات داره و چقدر هم طول میکشه و چقدر هم گرونه. تورای خودمون رو ارزون نفروشیم، سرسری بگیریم بگیم خب با یکی دوتا قوانینم، با یکی دوتا ریزکاریم، با یکی دوتا جزئیاتم آدم میتونه بالاخره شبات رو نگه داره، میتونه بالاخره موعد رو نگه داره، میتونه بالاخره سیسیت بپوشه. همین بند سیسیت آیا گرهش مثل این دوتایی سفته یا شل شده؟ آیا اندازه بنداش چقدره؟ آیا تو هر گوشهی چقدر بند هست؟ تمام جزئیات گرهش به حدی که حقای میگن هر صبح قبل از اینکه شب، هر صبح قبل از اینکه شخص تفیلات بخونه یا سیسیت بپوشه باید بندای سیسیتش رو چک بکنه که آیا کاشرن. این که بعضی آدم بالاخره میاد تو کنیسا از سیسیت کنیسا استفاده میکنه، آیا بنداشو چک کردی؟ بالاخره انقدر مردم از اینا استفاده میکنن، بعضی وقتا لای صندلی گیر میکنه پاره میشه دیگه، برخا نداره، میسوا نیست. پس میبینیم هر چقدر ما به تورامون افتخار بکنیم، تورامون رو نگه داریم، تورامون رو مطالعه بکنیم، داریم به میسوتمون، به کیفیت و کوالیتی میسوتمون داریم اضافه میکنیم. اون موقع است که اون موقع شما فرق رو میبینید که یک تلمید خام، یک کسی که دانش تورا داره چطور میسوا انجام میده، با یک شخص معمولی که هیچ دانشی نداره چطور میسوا انجام میده. فرق اون میسوا رو شما میبینید. چرا؟ آیا این عشقش به میسوت کمتر از اینه؟ نه، هر دو با عشق علاقه انجام میدن، اما یکی با دانش تورا با هلاخا میسوت انجام میده، یکی از روی عادت، چیزی که دیده تو کنیسا یا از پدر بزرگش یادشه انجام میده، نه با نالج تورا، دانش تورا. بیایید به عزت هشم بچه‌هامون رو، خودمون رو با دانش تورا به میسوت و یهودیت معرفی بکنیم، نه فقط با حب اسرائیلی، با ایمان تورا. و این چیزیه که راستشو بخواید خداوند از ما توقع داره. ورستیخلی به امونا، اولش درسته تو من رو با امونا دنبال کردی مثل ابراهام آوینو، اما اجازه بده فقط نمیخوام با امونا و باور و ایمان باشه، و یادت تشم میخوام تو خدا رو بشناسی. و یادت از دعت، از دانش میاد، میخوام تو خدا رو با علم بشناسی، با دانش تورا بشناسی، مانند پای کوه سینای. اگر نه چه عیبی داشت امرام و یخوت و بقیه همه
اسرائیل ها در مصر داشتن یهودیت خودشون بالاخره تا یه حدی نگه می داشتن. چرا خداوند پای کوه سینا بهشون تورا داد؟ گفت نیا کن ایمان یک ذره به آدم کمک میکنه، اما تورا تا ابد کمک میکنه. میخوای مصرای انجام بدی؟ برو اول بخون هلاخاشو چجوری انجام بدی، بپرس تا کلاس برو. اون موقع است که میبینی این مصرایی که تو انجام میدی گفتی مثل بذریه که میکاری و با تورا داری آبیاریش میکنی. اون موقع است که یک ثمره خوب، نتیجه خوب در زندگیت به خوبی به بار میاد. هشم کمک کن که به خوبی بتونم به اون درجه برسیم. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین. من واقعا عذاب یک کمتا اگر